خلاصه شد در این دو بُعد. یک، معتدل نگاه کن و از عقلت استفاده کن. هر کاری خواستی بکنی خدا وکیل قبلش بگم فکر کن. بعد یه سوال اساسی از خودت بپرس. که چی؟ آقا میخوام برم فلان رشته رو بخونم. خب که چی؟ که شغل داشته باشم. خب که چی؟ که پول در میخوام. الان بری بازار که ده برابر بیشتر پول در میاری. یعنی درس فقط بخاطر پول داری میخونی، خب اشتباه داری میکنی. تو بری بازار سر مغازه وایسی بیشتر از این پول در میاری. میبینی اصلا که چیش رو هواه. نه میخوام تحصیل کنم. خب تحصیل بکن که چی بشه؟ خب بالاخره من بتونم خوب حرف بزنم. خب ببر کلاس بیان. یعنی به خدا طرف دانشجو نشسته، دانشجو دکترا بوده، من با 4 تا کچی چنان انداختمش تو بنبست، یارو گیر کرده بود نمیتونست در بیاد. من این دختره رو میخوام که چی؟ برای چی؟ وقتی رجوع نمیکنی به ذاتت، به اصل وجودت، میبینی بر مبنای غریزه است. بابا یه بار با این رابطه جنسی داشته باشی میپره میره این میلت، بیزار میشه طرف، اون موقع تو زشتیاش جلوه میکنه برای تو. که چی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ دنیا وقتی این سوال از خودش نپرسه بسیاری از حماقت ها دست میزنه. وقتتون رو تلف نکنید. تا الان معلوم نیست چقدر 20 سال من متوسط سن 22 سال بگیرم مثلا تو این دانشگاه، چون دانشجو دکترام داره 22 3 سال بگیرم، به خدا تا الان نفهمیدی چه جوری گذشته. بعد اینم نمیفهمی، بعد این 23 ضرب در 2 میشه 46، بجم ثانیه ثانیت داره میگذره. از 4 سال پیش روزی یک کلمه انگلیسی حفظ کرده بودن مثلا بلبل داشت حرف میزدی، روزی یک کلمه بیشتر نه، یک کلمه رو مینویسی تو گوشید در و دیوار میزدی، فقط همین یک کلمه رو من حفظ کنم. 4 تا 365 تا کلمه حفظ کرده بودی. من چقدر کلمه میخواد دیگه برای بتونی مکالمه داشته باشی؟ نگید به خدا قسمی که کاری که شیطان میکنه همینه، درگیر مزخرفات دنیاویتون میکنه. عزیز دلم میری یه بازی کامپیوتری انجام میدی، منم انجام دادم. که چی بازی رو انجام میدی؟ تهش چی میشه؟ سرگرم بودم. سرگرمی که چی؟ به چه قیمتی؟ چرا داری سرگرمی رو انتخاب میکنی که از توش هیچی برات در نمیاد؟ چرا سرگرمی تو یک ورزش نمیذاری که تنومند بشی؟ بیماری نگیردت؟ تو 30 سالگی به دیسک کمر نیفتی؟ من به خودم دارم میگم. که چی؟ مرادت از این تفریح چی؟ از این کار چی؟ میشینه پا اینترنت 12 ساعت وبگردی میکنه. همینجوری از این لینک تو اون لینک. همینطور داره میچرخه. گذشت. بگذشت زمان، دست به کاری نزدی، برگردن لحظه ها مهاری نزدی، 100 توپ زدی تمام را کردی اوت، 100 پاس گرفت آبشاری نزدی. هیچ کاری نکرده، گذشته تموم شده. پس اول از قدر اغتنم الفرصه قبل ان تكون غصه. حدیث شریف امیرالمومنین میگه فرصت و غنیمت بشمار وگرنه تبدیل میشه به غصه. الان میرم ننه بابات بپرسم ای بابا ما گذروندیم این جوونی آمون، ای بابا رفت، ای کاش. چه خبر ای کاش؟ یه بار بیشتر فرصت زندگی کردن نداری. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، هر کس بمیرد امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. مرگ عزیزم، مرگ میدونی یعنی چی؟ مرگ اینه که آدم بی ولایت بمیره، مرگ اینه که هدف هستی رو زمین رو پیدا نکنه، مرده. مرگ بی حسین مردن خدا شاهده. من رسیدم بهش با تحقیق رسیدم، نه فقط پاروزه برسم، که پاروزه خودش یک نعمت، یه سفره‌ایه، حسینی زیستنه. نکته دوم معتدل بودن، عقلانی استفاده کردن. نکته دوم این یک بود، نکته و از فرصت استفاده کردن. نکته دو هم که اینکه آخر گفتم همه چی تو سؤل امنیت رو بچین خرج خدا کنی و خرج امام زمان.